سرخط خبرها و مهمترین ها. طالبان یک افسر ارتش حکومت پیشین را در کاپیسا تیرباران کردند. پل ابریشم پس از نزدیک به یک ماه بازگشایی شد. بزرگترین شکست نظامی طالبان در برابر سپاهیان خراسان. هشت صبح کابل. منابع ملی در کاپیسا از تیرباران یک افسر پیشین حکومت از سوی طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. این رویداد روز دوشنبه 27 سرطان در روستای ارباب خیل ولسوالی نجاب کاپیسا به وقوع پیوسته است. با گفته منابع این جوان مزمل نام داشت و یکی از افسران ارتش حکومت پیشین بود. منابع می‌افزایند که این جوان پس از فروپاشی نظام پیشین و با اعتبار رفع عمومی طالبان در منطقه شان زندگی می‌کرد و به هیچ جنای وابستگی نداشت. منابع می‌افزایند که مزمل تازه داماد بود و حدود 3 ماه از عروسیش می‌گذشت. طالبان تاکنون در مورد این ادعاها چیزی نگفته است. پیش از این نیز شمار از نظامیان پیشین از سوی طالبان در بخش‌های مختلف کشور بازداشت، شکنجه و تیرباران شدند. پل ابریشم پس از نزدیک به 1 ماه بازگشایی شد. 8 صبح کابل. منابع ملی در نیمروز میگویند که پل ابریشم پس از نزدیک به 1 ماه دوباره برای رفت آمد بازگشایی شد. منابع ملی در ولایت نیمروز روز سه‌شنبه 28 سرطان میگویند که این پل مرز میان افغانستان و ایران پس از دیدار هیئت از اداره ملی طالبان در نیمروز با مقام‌های ایران بازگشایی شده است. پل ابریشم روز چهارشنبه 1 سرطان پس از کشته و زخمی شدن 2 پسر بچه افغان و درگیری میان طالبان و مرزبانان ایران برای رفت آمد بسته شده بود. منابع محلی در 2 روز گذشته 18 طالب در ولایت پنجشیر کشته شدند. ملا عزت الله از فرماندهان قطعه بدری طالبان نیز در منطقه رویدره از توابع ولسوالی شتل ولایت پنجشیر در جریان درگیری رودرو کشته شده است. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که در جریان 2 روز گذشته 18 جنگجوی طالب در این ولایت کشته شدند. به گفته منابع در 2 روز گذشته درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در مناطق رویدره، کمرهای یار محمد، دره آرزو و زمانکور ولسوالی شتل و آنابر رخ داده است. منابع میگویند که در جریان درگیری میان 2 طرف 18 طالب کشته و 7 دیگرشان نیز زخمی شده است. گفته می شود که ملا عزت الله از فرماندهان قطعه بدری طالبان نیز در منطقه رویدره از توابع ولسوالی شتل ولایت پنجشیر در جریان درگیری رودرو کشته شده است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جبهه مقاومت ملی عملیات طالبان در پنجشیر و بغلان ناکام ماند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود گفته عملیات طالبان علیه نیروهای این جبهه در پنجشیر و بغلان ناکام شده است و نیروهای آنان عقب زده شدند. میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت در امریکا در توییت مدعی شده که در این مناطق طالبان متحمل تلفات سنگین شده است و عقب نشینی کردند. صبغت احمدی سخنگوی جبهه مقاومت نیز مدعی شده که یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان رهبری عملیات نظامی در ولسوالی اندراب و بغلان را بر عهده داشت و بعد از 3 روز جنگ و بدون دست یافتن به نتیجه خاص به کابل بازگشت است. طالبان اما عملیات نظامی در 3 روز گذشته در اندراب و بغلان را تکذیب کرده و وضعیت در این منطقه را عادی خواندند. بلال کریمی از سخنگویان طالبان در واکنش به این خبرها گفته بود که در اندراب وضعیت عادی است و کدام درگیری صورت نگرفته، اما اشاره کرده بود که چند روز قبل چند تن از عناصر بغاوتگر در یک منطقه خوست ولایت بغلان دیده شده بودند و نیروهای طالبان آنها را تعقیب کردند و متواری شدند. چند روز پیش خبر سفر یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به ولایت بغلان منتشر شده بود. امریکا روند طی مراحل درخواست ویزه خاص مهاجرت برای افغانها را سهل می سازد. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز 18 جولای 27 سرطان گفت که روند طی مراحل درخواست ویزه خاص مهاجرت سایفی برای افغانها را سهل می سازد. بر اساس معلومات این وزارت پس از این متقاضیان این نوع ویزه تنها یک فرمه را خانه پوری خواهند کرد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه و وزیر امنیت داخلی آمریکا با نشر اعلامیه مشترک گفتند که متقاضیان جدید سر از همین هفته نیاز نخواهند داشت برای ویزه خاص مهاجرت فرمهای جداگانه را خانه پوری کنند. این روند جدید که به منظور مؤثر ساختن این برنامه روی دست گرفته شده است، در حذف موانع و کاهش معیار زمانی درخواست‌ها کمک خواهد کرد. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود که برای طی مراحل ویزه خاص مهاجرت به افغان‌ها متعهد بوده و آن را سرعت بخشیده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ماه گذشته گفت ما کارمندانمان را افزایش دادیم، طی مراحل درخواست‌ها را ساده ساخته و بخش‌های تکنولوژی خیش را بهبود بخشیدیم. این مقام وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد که پس از متوقف شدن ماموریت سفارت آمریکا در کابل، کارمندان بیشتر را در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها در کشورهای سوم به کار گماشته شدند تا امور درخواست‌های ویزه خاص مهاجرت سایوی را به پیش ببرند. آقای پرایس گفت که با روی دست گرفتن این اقدامات ما در مقایسه با هر وقت دیگر درخواست‌های بیشتر را طی مراحل می‌کنیم و مصاحبه با درخواست کنندگان ویزه خاص مهاجرت را در هر کشور سیومی که بتوانند مسافرت کنند اولویت می‌بخشیم. ایالات متحده در ماه جولای سال 2021 میلادی 8000 ویزه خاص مهاجرت اضافی را به افغان‌ها منظور کرد که به این حساب از دسامبر سال 2014 به این سو 34500 ویزه به شهروندان افغان تخصیص داده شده است. در سه ماه نخست سال جاری بیش از 1500 پناهنده از طریق برنامه ویزه خاص مهاجرت سایبی وارد ایالات متحده آمریکا شدند. در جریان بیش از دو هفته عملیات تخلیه از افغانستان بیش از 124000 نفر به شمول شهروندان خارجی، همکاران افغان قوای آمریکا و حکومت آمریکا و افغانهای آسیب پذیر به بیرون از افغانستان منتقل شدند. با آن هم سرنوشت هزاران متقاضی ویزه خاص مهاجرت که حکومت و نظامیان آمریکایی را در جریان دو دهه گذشته کمک کردند و هنوز هم در افغانستان به سر میبرند مبهم باقی مانده است. موارد ابتلا به کووید 19 در آمریکا افزایش یافته است. مرکز کنترل امراض ایالات متحده هشدار داده است که با افزایش واقعات کووید 19 در سراسر این کشور، بسیار از آمریکایی‌ها تا حال واکسن کووید 19 دریافت نکردند و در معرض پیامدهای جدی این بیماری قرار دارند. شماری از متخصصین میگویند که بیشترین واقعات جدید نوع اومیکرون کرونا ویروس است. آنان افزوده است که بیشتر افراد با خطر جدی کرونا ویروس قرار دارند که سیستم مافیاتی بدن ضعیف دارند و اما نوع جدید واکسین نوواکس که اخیراً تایید شده است ممکن در تقویت سیستم مافیاتی بدن کمک کند. شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا که پرجمعیت ترین شهر ایالات متحده آمریکا است، به دلیل افزایش واقعات کووید 19 ممکن دوباره شاهد اجباری شدن پوشیدن ماسک شود. دکتر ایشیش جیها، عضو بورد سی قصر سفید برای رسیدگی به کووید 19 میگوید که تصمیم در مورد اثرگیری قیودات به شمول پوشیدن ماسک به مقام‌های ملی رد می‌گیرد، زیرا هر منطقه متفاوت است و چگونگی سرایت ویروس نیز در آنها متفاوت است. ایشیش جیها گفت که در این رابطه رهنمود دارای کنترل امراض واضح است. بر اساس آن، اگر شما در ساحه‌های آسیب‌پذیر زندگی می‌کنید مانند لس آنجلس، پوشیدن ماسک در داخل اماکن سربسته بسیار مهم است و واقعاً که تاثیرگذار می‌باشد. هفته گذشته اداره غذا و داروی ایالات متحده FDA تطبیق نوع نوواکس را در واقعات عاجل اجازه داد، برخلاف سایر واکسین های کووید 19 که از نوع mRNA اند. نوواکس یک واکسین بیشتر سنتی بوده و در عوض آن که حجرات را به چگونگی تولید پروتئین مافیاتی تشویق می کند، خود واکسین مستقیما سبب ایجاد مافیات می شود. در حالی که نوواکس یک گزینه جدید را برای آنان ایجاد میکنند که در تطبیق واکسن مترددند، دکتر شجاع میگوید که معافیت بدن بسیار از آمریکایی‌ها در برابر کووید 19 در حال کاهش بوده و مردم را برای تطبیق دوز تقویتی تشویق میکند. دکتر جیها این واکسن را برای افراد بالاتر از سن 50 که در طول سال 2022 واکسن دریافت نکردند حیاتی میدانند. مقام های سی ایالات متحده هشدار دادند که نوع اومیکرون کووید 19 در مقایسه با انواع قبلی ویروس بیشتر ساری بوده و توانایی این را دارد که حتی افراد را که در اثر ابتلا به کرونا ویروس معافیت قبلی حاصل کرده بودند دوباره مصاب بسازد. گوله‌لباری در امریکا سه کشته و دو زخمی بر جا گذاشت. پلیس در ایالت اندیانا ناوقت یک شنبه 17 جولای گفت که در اثر گوله‌لباری یک مرد مسلح در یکی از مراکز خرید ایالت سه نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس، مهاجم مسلح شام یک شنبه به وقت محل بر افرادی که در رستوران‌های این مرکز خرید حضور داشتند گوله‌لباری کرد. پلیس ایالت ایندیانا همچنین گفته است که فرد مهاجم نیز با ضرب گلوله یک غیر نظامی مسلح در همین محل کشته شده است، اما هویت انگیزه این گوله‌لباری مرگبار مشخص نشده است. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش.